ریما رامینفر، ایفاگر نقش هما، با تاکید بر اینکه هیچ پروژه جز پایتخت نمیتوانست او را 50 روز دور از خانواده‌اش نگه دارد. گفت 50 روز دوری از خانواده به ویژه برای یک مادر کابوس است. به همین خاطر امیدوارم رنجی که ما کشیدیم تبدیل به شادی و خنده شده باشد. این بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون با اشاره به سخنهای همکاری با پروژه پایتخت خاطر نشان کرد 50 روز دوری از خانواده بی نهایت سخت است. زمانی که یک بازیگر مجرد است، دور بودن از خانواده برایش آسان تر است و وقتی هم ازدواج می کند باز هم قابل تحمل است. اما وقتی مادر می شود دوری از خانواده در مدت زیاد کابوس است و من این را واقعا احساس کردم. حتی زمانی که وارد تهران شدیم باز هم خیلی کم خانواده‌مان را می‌بینیم. وی افسود هر کاری برای خودش سختی دارد. اما باید بگویم پایتخت واقعاً طاقت فرسا بود. اما با تمام این سختی‌ها همه عوامل چه آنهایی که پشت دوربین بودند و چه ما بازیگرانی که مقابل دوربین هستیم عاشقانه کار می‌کنیم. چرا که پایتخت واقعاً برایمان عزیز است. رامینفر که همسرش امیر جعفری در یکی از سکانس‌های پایتخت 2 به عنوان بازیگر افتخاری مقابل دوربین سیروس مقدم رفت، احضار کرد پایتخت واقعا برای من عزیز است و به اندازه خانواده هم دوستش دارم و غیر از آن هیچ پروژه دیگر نمیتوانست مرا دور از تهران نگه دارد. فقط پایتخت میتوانست این کار را با من بکند. او در سریال بدون شهر نویسنده بود. در سریال من یک مستاجرم در کنار همسرش به بازیگری پرداخت. همچنین در قسمت هایی از مجموعه کمربند ها را ببندیم هم بازی کرده. ریما رامینفر از سال 1371 در رشته تئاتر وارد دانشگاه شد. اولین کار حرفه‌ایش نمایش شب به خیره ها در نوشته مارشان نورمن به کارگردانی حامد محمد طاهر بود که در سال 75 در تئاتر شهر به روی صحنه آمد و از همون سال به بعد به صورت پیاپی یا در تئاتر بازی کرد یا کارگردانی کرد. نمایشنامه نویسی از جمله کارهایش از زمستان 66، رقص کاغذ پاره ها، پستا فردا، دل سنگ، یک دقیقه سکوت، هما همیشگی و زمزم مردگان را میتوان نام برد.